دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. من به بحث دعا بر میگردم، چون باید دعا رو باز کنم که دقیقا اینها چی میگن. ولی مولانا میره، ما مجبوریم با مولانا بریم، چون دوباره برمیگرده سر بحث دعا. ولی این یه نکته رو اشاره میکنه، چون دقوقی آن قیامت را بدید، اون بلوشو رو تو اون کشتی دید که زن و مرد افتادن روی کشتی و گریه میکنن و التماس میکنن، رحم او جوشید و اشک او دوید. ببین ما درست تو اینجا داریم صحبت میکنیم، در اینجایی که تو داری وارد دریا میشی. ببینید باز هم دقت کنید، در زمانی که من غرق در دنیای درونم، غرق در عمق هستیم، حالتهای خاصیه که ما در مراقبه ها پیدا میکنیم. این خیلی مهمه. ببینید عاطفه های انسانی، احساسات انسانی ریشه در فکر انسان دارن. شما هرگز نمیتونید احساس به چیزی داشته باشید بدون اینکه فکر اونو تغذیه کنه. اصلا این غیر ممکنه. فکر مهمترین منبع تغذیه احساسات انسانیه. شما چقدر فرزندتون رو دوست دارید، چقدر همسرتون رو دوست دارید، چقدر پدر مادرتون، هر کسو دوستتون رو دوست دارین، هر چی، این دوست داشتن ها تا کی بر شما حاکمه؟ تا زمانی که فکر فعاله. شما زمانی که بخوابید در زمان چه احساسی به اون فرزند دارین؟ فرض کنید که شما زمانی که خوابید کنار این اصلا بیان اینو بکشن، مثلا شما حس میکنی؟ شما در این عالم نیستین. خیلی از حالتهایی که ما در احساس داریم، تقریبا تمام حالتهایی که ما در احساس داریم، اینها ریشه در فعالیت فکر شما. اگر فرض کنید حالتی باشه که فرزندتون رو نشناسین، چه احساسی میخواییم بهش داشته باشین؟ فکر قضا دهنده احساسه. حالا توی دقوقی اومدی تو جایی که از تمام مرز احساسات گذشتی، فکر مرزش تموم شده و داری پا میذاری در دریای وجود، در جایی که نوع درکش با درک تو متفاوته، درک هستی، درک خداوند، به هر چی معتقدی، با نوع احساسات ما دو تا موضوعه. این رو فراموش نکنید. ما چون حس میکنیم بر اساس غرور فکری که منطق بشری، احساس بشری بر کائنات حاکمه، حس خیال میکنیم، به خصوص در دنیاهای امروز خیلی جاها به ما القا میکنن که اون چی که ما میفهمیم اون درسترینه، همچه چیزی نیست. این احساس ماست، احساس هستی با ما متفاوته. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، امروز بچه به دنیا میاد، بچه از مادر متولد میشه، هنوز متولد شده و نشده، طوفان و زلزله ده ها هزار نفر رو از بین میبرن. این چجور منطقه عاطفیه که ما میشناسیم؟ سیل میاد میلیون ها انسان رو از بین میبره. این منطق با منطق ما جور نیست. به همین خاطر اینها خیلی ما رو متوجه این موضوع میکنن که رحم انسانی در دنیای انسانی مطرح میشه و معنی داره و 100%. اما اونجایی که تو این رحم رو، این احساس رو داری جهان شمول میکنی، میگه هستی برای چی اینو آفریدن هم کش؟ میگه آقا جان این یک درک دیگه ای داره، تو میخوای اون درک رو بفهمی، در مراقبه داری میری تو اون درک، داری میری تو فهمیدن اون حالت، و الا نه امروز نه هیچ زمان دیگه شما هیچ دلیلی پیدا نخواهید کرد که آقا این همه بلاهای طبیعی که در این جهان پیش میاد. میگیم طبیعته. شما اگر این کسانی که تو کارهای نشنا جغرافی و این چیزها هستن نگاه کنید، خیلی دستگیرتون میشه این حرف راحت تر. بچه آهوه داره میدوه،
گرگه هم دنبالشه، اینا فقط دارن فیلم برداریشو میکنن، میان دخالت کنن؟ میان آقا طبیعت منطقه خودش رو داره، این آهو غذای این گرگه، من نمیتونم بیام دخالت کنم. آی آخه این خیلی زیباست، این دیدگاه توه، این دیدگاه طبیعت نیست. حالا دقوقی که داره وارد اون درک هستی میشه، درش چیزی زنده میشه که اسمش رحم انسانیه. رحم انسانی در جایگاهی که باید تمام، در جایگاهی که باید تمام درکت درک هستی باشه، اونطوری ببینی که هستی داره میبینه، اونطوری ببینی که خدا داره میبینه و هر چی معتقدی، اونطوری ببینی که دیدگاه خداگونه داری پیدا میکنی، رحم در این میجوشه. رحم این آقای دقوقی جوشید و حرکت کرد. عرض میکنم خدمتتون، در مسیری که در درون حرکت میکنید خودی وجود نداره، عاطفه و احساس انسانی وجود دیگه نداره، همه چیز داره میشه خداگونگی. ببینید کسانی که خدا باور هستن، خدا رو حکیم میدونن، خدا رو دانا میدونن، خدا به قد من عقلش میرسید که جهان رو چجوری بیافرینه که همه در رفاه و آسایش و گودی گودی باشن. هستی ما بر این اساس اساساً آفریده نشده. بسیار به این موضوع عنایت کنید. اگر دیدگاه خداگونه میخواییم داشته باشیم، این جلسه رو چون باید خیلی بهش دقت کنیم که من بتونم در جلسه بعد دعا رو باز کنم. یعنی چی؟ دعا یک مسئله لغلغ زبونی که ما میشنویم، آی خدای بچه‌مو نجات بده، آی خدا پول بهم بده، آی خدا نمیدونم ماشینم فلان شد، ما اصلا به این چیزا کاری نداریم. دعا بسیار معنی عمیقی داره که اینها باز خواهد شد. اما شما توجه به یک نکته ای داشته باشید، دیدگاه انسانی دیدگاه فکره. ما تمام صحبتمون اینه که این چیزی که فکرتو میسازه در فراسوی اون یک جریانی وجود داره که اون خود هستیه، خود طبیعته. اگر به طبیعت معتقدی، اگر به خدا معتقدی، هیچ دینی، هیچ عارفی، هیچ بودا، هیچ کس نگفته خداوند احساسات انسانی داره. این ساخته این فکره. خداوند کاری به احساسات انسانی نداره. ما هم که میگیم رفتن در سکوت، در مراقبه، یعنی من انسان، دیدگاه هم دیدگاه خداگونگی میشه. این از اون مراحلیه که عرفای ما سعی کردن به ما منتقل کنن که تو میتونی دیدگاه خداگونگی داشته باشی. منتها من مولانا الان اینو بهت میگم، فکر روشن فکرانت فعال میشه، هزار دلیل و منطق میخوای. آقا جان باید بری این تو، باید خود فرو بریزه تا بفهمی من مولانا چی میگم، و الا همش بخوای استدلالش کنی، هزار سال دیگه‌شم باشه تکون نخواهی خورد. اگر در هر جلسه ای که هستیم، من اینجا اینو بارها خدمتتون عرض کردم که من کمک به انسان ها میخوام بکنم، این که یه پولی بدی من چراغ اینجا روشن نگه دارم، این که نمیدونم بیزینس کنیم بالاخره خوبه به نتیجه هایی برسیم، ما نمیگیم این چیزا خوبه یا بده، ولی اینا تو این مراحل نیست. اون کسی هم که اینها رو مطرح میکنید یقین بدونید بهتون درو. دیدید مولانا صراحتاً گفت ما چشممون به هستیه، ما چشممون به یونیورسه. در این سطح‌ها خواهشاً عرفان رو وارد نگید، اینها عرفانه، نه، اینا یه سری مسلک‌های هندیه، یک سری روش‌های مدیتیشنیه، بسیارم خوبه، بسیارم کمک می‌کنه، پولم می‌گیرن، پولم نمی‌گیرن، خیلی چیز خوبیه، ما اصلاً با اون مشکل نداریم. اما با این یه قاشق آب به شنا نباید بیافتیم. فکر نکنیم این یعنی عرفان. خب مولانا هم همونی رو میگه که اصلا همچون چیزی نیست. بشنویم، درک کنیم، کلمات رو درست متوجه شیم، حتی شعر رو درست بخونیم،
بعد ببینیم که اینها چی رو به ما پیشنهاد کردن.